سرخط خبرها. خواسته شهروندان بامیان بر آتش بس دائمی در کشور. نشست سه جانبه افغانستان، ترکیه و پاکستان طالبان به میز مذاکره برگردند. بزرگترین کارخانه تولید آرد زون شمال شرق با رکود روبرو است. و شناسایی 113 بیمار جدید و مرگ 10 نفر در یک شبانه روز گذشته در کشور. سلام، با مجموع خبری امروز از تلویزیون بامیان خوش آمدید. مشروع خبرها. حرکت مردمی از صلح ولایت بامیان پس از چاشت امروز شنبه طی کنفرانس مطبوعاتی از حکومت افغانستان و گروه طالبان خواهان آتش بس دائمی شدند. آنان میگویند که کشورهای خارجی تاریخ خروجشان را اعلام نموده است. پس از جنگ و کشتار افراد ملکی در کشور معنی ندارند و گروه طالبان هرچه زودتر دست از ناامنی و جنگ بردارند. کریم فروغ عضو حرکت مردمی از صلح ولایت بامیان در این کنفرانس گفت که باید گروه طالبان در گفتگوهای سال در کشور ترکیه حاضر شوند و تا نتایج گفتگوهای سال با دولت افغانستان آتش بس نمایند. آنان از کشورهای خارجی و سازمان ملل متحد خواستند که دستاوردهای بسالی افغانستان حفظ گردد و قربانی صلح سیاسی نگردد. وزیر احمد سیتیس، یک تن از فعالان جامعه مدنی، میگوید کشورهای همسایه را در ناامنی و جنگ افغانستان متهم نموده. میگوید که آنان در افزایش خشونت در کشور دست دارند. آقای سیتیس از کشورهای پاکستان و ایران خواست که دست از مداخله بردارند تا مردم افغانستان شاهد یک صلح سرتاسری در کشور باشند. حرکت مردمی از صلح ولایت بامیان طی قطعنامه 5 ماده‌ای از سازمان ملل متحد و کشورهای خارجی خواستند که در گفتگوهای صلح دخیل باشند و این روند را تا پروسه انتخابات نظارت نمایند و حکومت افغانستان را تنها نگذارند. ما نمایندگان اقشار مختلف که از کشتار متواتر اعضای فامیل و هموطنان خیش و بالاثر ادامه جنگ‌های ناروا و ظالمانه به تنگ آمده‌ایم، با دایر نمودن کنفرانس مطبوعاتی پیام آتی را صادر نمودیم. در طول دو دهه در جنگ نیابتی افغانستان، کشور آمریکا و قوای ناتو مردم افغانستان را همکاری نموده که در آن اضافه تر از 200 هزار تن طفل و زن، کودک و مرد افغانستان در آن فوت شدند. در حدود 3000 اتباع خارجی جانهای خود را از دست داده اند و اضافه تر از 1 تریلیون دلار مصارف نموده و اما در نتیجه این جنگ‌های متمادی یک دولت ضعیف در افغانستان شکل گرفت و فقر مردم بالاتر از 74% میباشد. نشست سه جانبه وزیران خارجه افغانستان، پاکستان و ترکیه روز جمعه 3 ثور در شهر استانبول یک روز پیش از زمان تعیین شده یک نشست استانبول که به تعویق افتاده است برگزار شد. این نشست قرار بود در حاشیه یک نشست استانبول که برگزاری آن و بعد از رمضان معکل شده است برگزار شود. دلیل تعویق نشست استانبول از سوی حکومت افغانستان عدم آمادگی طالبان خوانده شده است. سه کشور طالبان را به تعهد برای صلح پایدار و مذاکره فراخوانده است. در اعلامیه مشترک نشست سه جانبه آمده است که وزیران خارجه هر سه کشور بر حمایت از یک افغانستان دارای حاکمیت مستقل، مردم سالار و متحد تاکید کرده اند. طبق این اعلامیه سه طرف همچنان اذعان کرده است که صلح پایدار از طریق روند سیاسی همشمول بر رهبری و مالکیت افغان ها که هدف آن آتش بس دائمی و جامعه بعد نیز موفقیت روند صلح همشمول به هدف پایان جنگ باشد تامین شدنی است. سه طرف تاکید کردند که برای دستیابی به حل و فصل سیاسی عادلانه و پایدار از روند صلح افغانستان و مذاکرات دوحه حمایت کنند. در این نشست همچنان تأکید شده است که نشست استانبول که به تعویق افتاده است پس از بحث‌های فراوان با تمامی طرف‌های مرتبط زمانی که شرایط پیشرفت معنادار مساعد شود برگزار خواهند شد. سه طرف از طالبان خواستند که تعهدات خود را برای رسیدن به صلح پایدار از طریق مذاکراتی که منتج به صلح دائمی شود اجرا کنند.
مسئولان کارخانه تولید آرد تحسین ولی در کندوز میگویند که از یک سال به این سو این کارخانه به دلیل کمبود گندم، بلند بودن بهای برق و بی‌توجهی حکومت با رکود روبرو شده است. با گفته آنان اگر حکومت در حل مشکلات این کارخانه رسیدگی نکنند 500 کارگر این کارخانه بیکار خواهند شد. شفیع الله‌فتی مسئول کارخانه تولید آرد تحسین ولی میگوید که میلیون‌ها دلار در بخش ساخت و ساز و فعال سازی این کارخانه سرمایه‌گذاری شده اند، اما با گفته او این کارخانه در حال ورشکست شدن است. آقای فتح میگوید حکومت باید به عوض واردات آرد قزاقستانی گندم آن کشور وارد کنند تا ما بتوانیم فابریکه یا کارخانه را دوباره فعال سازیم. محمد حیران مسئول فنی کارخانه تولید آرد تحسین ولی میگوید که از یک سال به این سو ماهانه 6 میلیون افغانی مزد کارگرانشان را میپردازند و از این پس ناگزیرند تمامی کارگرانشان را رخصت کنند. در همین حال کارگران که در کارخانه تولید آرد تحسین ولی سرگرم کار هستند از حکومت میخواهند که به مشکلات فنی و تهیه مواد خام این کارخانه توجه کند تا آنان بیکار نشوند. آنان میافزایند که زمینه اشتغالزایی در کندوز مساعد نیست و اگر این کارخانه کامل بسته شود ناگزیرند به هدف کاریابی کشور را ترک کنند. محمد یوسف ایوبی رئیس شورای ولایتی کندوز میگوید پشتبانی از بخش خصوصی و رشد تولیدات داخلی از وظایف اساسی حکومت است که باید به آن توجه جدی شود. از سوی هم اسمت الله مرادی سخنگوی والی کندوز میگوید که سال گذشته با توجه به چالش های همگیری ویروس کرونا با کمبود گندم روبرو بودند و از این رو کارخانه تولید آرد تحسین ولی نیز با مشکلات روبرو شده است. کارخانه تولید آرد تحسین ولی با هزینه 10 میلیون دلار و با پشتیبانی مالی یک بازرگان ملی در کندوز حدود 3 سال پیش ساخته شده است. به گفته مسئولان کارخانه تولید آرد تحسین ولی تمامی تجهیزات و ماشین‌آلات این کارخانه را از چین خریداری کردند و در یک شبانه روز 30 تن آرد را برای باشندگان ولایت‌های زون شمال شرق کشور به ویژه کندوز تولید می‌کنند. و خبر اخیر این که وزارت صحت اعلام کرده است که در جریان 24 ساعت گذشته 113 نفر در کشور به ویروس کرونا مبتلا شده اند. در اعلامیه که روز شنبه 4 ثور از سوی وزارت صحت نشر شده آمده است که تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ولایت های کابل، قندهار، بلخ، ننگرهار، تخار، بغلان، هلمند، بدخشان، کنر، اروزگان و غور شناسایی شده اند. وزارت صحت گفته است که با ثبت این موارد شمار مجموع مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به 58843 نفر رسیده است. این وزارت افزوده است که در جریان 24 ساعت گذشته 10 نفر جان باخته و شمار جان باختگان ناشی از این ویروس به 2585 نفر رسیده است. بر اساس اعلامیه در یک شبانه روز گذشته 29 فرد مبتلا به ویروس کرونا بهبود یافتند و شمار بهبود یافتگان به این ویروس به 52392 نفر رسیده است. وزارت صحت از مردم افغانستان خواسته است تا برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا دستورات صحی را رعایت کنند. جهان سپاس از توجه با همراهیتان. این بود سرویس خبری امروز که تقدیمتان شد. تا سرویس خبری دیگر، خدا نگهدار. سلام پدر. علیکم سلام. حوالی لندن رسید؟ بله خیر ببینید دخترم، بسیار در وقتی کم. به خاطر که این دفعه از طریق صرافی برادران سروری فرستادم. در جای دیگر هم حواله میکند؟ بله، تمام شهرهای افغانستان و حتی کشورهای دیگه. بسیار خوب، بسیار خوب. صرافی برادران سروری انتقال پولتان را در کمتر از 24 ساعت از لندن به افغانستان و کشورهای دیگر فراهم می‌سازد. با ما در تماس شوید. 2044 20 82 57 35 و 47